بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بانگ برداشتن به سخنان ناروا را دوست ندارد مگر از جانب آن کس که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند شنوای داناست اگر کار نیک آشکار کنید یا آن را پنهان دارید یا از بدی و ستمی که به شما رسیده گذشت نمایید پس بدانید که خداوند آمرزنده تواناست همانا کسانی که به خدا و پیام برانش کفر میورزند و میخواهند میان خدا و پیام برانش جدایی بیندازند و میگویند به بعضی ایمان میآوریم و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند بین این و آن راهی برای خود برگزینند آنها در حقیقت کافرند و برای کافران عذاب خار کننده ای آماده کرده ای و کسانی که به خدا و پیام برانش ایمان آورده و میان هیچ از آنان جدایی نیفکندند اینان خداوند به زودی پاداششان را خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان است اهل کتاب از تو میخواهند که کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی همانا آنها از موسا بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان بده پس به خاطر این ظلم و ستمکاریشان سائق آنها را فرو گرفت سپس بعد از آنکه که معجزه و دلایل روشن برایشان آمد گوساله را به خدایی گرفتند و ما از آن گناه درگذشتیم و به موسی حجت و برهان آشکاری دادیم و به خاطر گرفتن پیمان از ایشان تور را بر فراز آنها برافراشتیم و به آنها گفتیم سجد کنان به دروازی بیت المقدس داخل شوید و نیز به آنان گفتیم در روز شنبه تجاوز نکنید و از سید ماهی دست بکشید و از آنان پیمان محکمی گرفتیم پس به خاطر پیمان شکنیشان و انکار آیات خدا و به ناحق کشتن پیامبران و این گفتهشان که دلهای ما در پرده است بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهای آنها مهر زده است پس جز اده کمی ایمان نمی آورند و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند و نیز به خاطر این گفتهشان که ما مسیح عیسی پسر مریم پیام بر خدا را کشتیم در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد و هر آینه آنان که در باری قتل او اختلاف کردند قطعا از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و به یقین او را نکشتند بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند پیروزمند حکیم است و کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگش به او ایمان می آورد و عیسی روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود پس به کیفر ستمی که قوم یهود مرتکب شدند و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا چیزهای پاکیز ای را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم و نیز به سبب ربا گرفتنشان در حالی که از آن نهی شده بودند و نیز به سبب آنکه اموال مردم را به ناحق می‌خورند و ما برای کافرانشان عذاب دردناکی آماده کردیم ولی راسخانه در علم از آنان و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند و همچنین بر پادارندگان نماز و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قیامت به زودی به همه آنها پاداش بزرگی خواهیم داد همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیام بران بعد از او وحی فرستادیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و ایسا و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داوود زبور دادیم و پیام برانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو بیان کرده ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردیم و خداوند با موسا سخن گفت پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد و خداوند پیروزمند حکیم است لیکن خداوند به آنچه بر تو نازل کرده است گواهی می دهد که آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و اگرچه گواهی خدا کافی است هر آینه آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند محققا در گمراهی دوری گرفتار شده اند آنان که کافر شدند و ستم کردند خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راهی هدایت نخواهد کرد مگر راه جهنم که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار بر خداوند آسان است ای مردم بیگمان گمان پیامبر با آیین حق از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید پس یقیناً بدانید که آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست و خداوند دانای حکیم است ای اهل کتاب در دین خود قلوب نکنید و در باری خدا جز حق نگویید همانا مسیح عیسی پسر مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا نمود و روحی از جانب اوست پس به خدا و پیام برانش ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است از این سخن بازایید که برای شما بهتر است خدا تنها معبود یگانه است و از این که فرزندی داشته باشد پاک و منزه است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند برای کارسازی کافی است مسیح هرگز عبا ندارد که بندی خدا باشد و نه فرشتگان مقرب عبا دارند و هر کس از بندگی او سرباز زند و تکبر کند به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود محشور خواهد کرد اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پاداش هایشان را به طور کامل خواهد داد و از فضل خیش بر آنها خواهد افزود و اما آنان که ابا کردند و تکبر برزیدند آنان را به عذابی دردناک عذاب می کند و برای خود غیر از خدا دوست و یاوری نخواهند یافت ای مردم همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم اما آنان که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد و آنان را در راه راستی به سوی خود هدایتشان می کند. از تو فتوا می بگو خداوند در باری کلاله برای شما فتوا میدهد اگر مردی بمیرد که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد نصف انوالی را که به جا گذاشته برای اوست و او تمام مال خواهر را به ارث میبرد اگر خواهر بمیرد در صورتی که فرزند نداشته باشد و چنانچه دو خواهرش باقی باشند دو سوم ترکه را میبرند و اگر چندین مردان و زنانی برادر و خواهر باشند برای هر مرد دو برابر سهم زن خواهد بود خداوند احکام خیش را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست سوره مائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید گوشت چهار پایان برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود و در حال احرام شکار را حلال نشمارید همانا خداوند هرچه بخواهد حکم می کند ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت شعائر الهی را نگه دارید و بی حرمتی به آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بینشان و نشاندار را و نه خانه خدا را که فضل و خشنودی پروردگارشان را میطلبند و چون از احرام بیرون آمدید پس شکار کنید و دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز نباید شما را به تعدی و تجاوز وادار کند و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید و از خدا بترسید بیگمان خداوند سخت کیفر است گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام زب نام غیر خدا بر آن برده شود و حیوانات خفه شده و با ضربه مرده و از بلندی افتاده و به شاخ حیوان دیگری مرده و آنچه درندگان خورده باشند مگر آنکه ذبح شرعی کرده باشید و آنچه برای بتها ذبح شده و آنکه با تیرهای فال بخت و قسمت طلب کنید همه بر شما حرام شده و روی آوردن به تمام اینها فسق و نافرمانی است امروز کافران از آین شما معیوز شدند بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم اما هر کس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به گناه نباشد مانعی ندارد که از گوشت های ممنوع بخورد پس بداند که خداوند آمرزنده مهربان است از تو میپرسند چه چیز برای آنها حلال شده است بگو پاکیزه ها برای شما حلال گردیده و نیز آنچه از سید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت شده که از آنچه خدا به شما آموخته است به آنها آموخته اید بر شما حلال است پس آنچه برای شما سید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از خدا بترسید بیگمان خداوند زود شمار است امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده و همچنین تعام اهل کتاب برای شما حلال است و تعام شما برای آنها حلال است و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده هرگاه که مهر آنها را بپردازید در حالی که پاک دامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده برای شما حلال است و کسی که به ارکان ایمان کفر برزد همانا عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود ای کسانی که ایمان آورده اید چون به نماز برخاستید، پس صورت خود و دست هایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک بشویید و اگر جنوب بودید پس خود را پاک سازید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش کرده باشید آنگاه آب نیابید پس با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورتتان و دستهایتان بکشید خداوند نمیخواهد بر شما دشواری قرار دهد بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که شکر گذارید و به یاد آورید نعمت خدا را برخیش و به یاد آورید پیمانی را که با تأکید از شما گرفت آن هنگام که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از خداوند بترسید بیگمان خداوند از آنچه درون سینه هاست آگاه است ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از خدا بترسید همانا خداوند به آنچه می آگاه است خداوند به آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعده آمرزش و پاداش بزرگی داده است و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل دوزخند ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که گروهی از دشمنان قصد کردند که به سوی شما دست دراز کنند پس خداوند دست آنها را از شما باز داشت و از خدا بترسید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند همانا خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده نقیب برانگیختیم و خداوند به آنان فرمود من با شما هستم اگر نماز را برپا داشتید و زکات را پرداختید و به پیام بران من ایمان آوردید و آنها را یاری نمودید و به خداوند قرض الحسن دادید یقینا گناهانتان را از شما میزدایم و, و شما را به باقهای از بهشت وارد می کنم که نهرها از زیر درختان آنجاری است پس هر کس از شما بعد از این کافر شود مسلما از راه راست منحرف گردیده است پس به خاطر پیمان شکنیشان آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند و پیوسته تو به خیانت تازه از آنها آگاه می شوی مگر اده کمی از آنان پس از آنها درگذر و روی بگردان بیگمان خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم پیمان گرفتیم پس بخشی از آنچه را که به آنان پند داده شده بود فراموش کردند لذا ما نیز بین آنان تا روز قیامت اداوت و دشمنی افکندیم و خداوند به زودی آنها را از آنچه انجام میدادند آگاه خواهد ساخت ای اهل کتاب به تحقیق پیام بر ما به سوی شما آمد تا بسیاری از حقایق از کتاب آسمانی را که کتمان کرده اید برای شما روشن سازد و از بسیاری درگذرد به راستی از جانب خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد خداوند به وسیله آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه های سلامت هدایت می کند و به فرمان خود آنها را از تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و آنها را به راه راست هدایت می کند کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است یقیناً کافر شدند بگو اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند حلاک کند چه کسی قدرت بر جلوگیری دارد فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست هرچه بخواهد می آفریند و خداوند بر هر چیز تواناست یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند بلکه شما هم بشری هستید از آنچه آفریده است هر کس را بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و فرمان روائی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست و بازگشت همه به سوی اوست ای اهل کتاب پیامبر ما پس از فطرتی از پیامبران به سوی شما آمد که حقایق را برایتان بیان کند تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهنده ای به سوی ما آمد و نه بیم دهنده ای پس به تحقیق اینک پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمده است و خداوند بر همه چیز تواناست به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که در میان شما پیام برانی قرار داد و شما را فرمان روا قرار داد و چیزهایی به شما بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود ای قوم به سرزمین مقدس که خدا برایتان مقرر نموده است وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید که زیان کار خواهید شد گفتند ای موسا بیگمان در آنجا قومی زورمند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن بیرون شوند پس اگر آنها از آن بیرون شوند قطعا ما وارد خواهیم شد دو تن از مردانی که از خدا می ترسیدند, و خداوند به آنها نعمت ارزانی داشته بود گفتند شما از دروازه بر پس هنگامی که وارد شدید قطعا شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان داری بنی اسرائیل گفتند ای موسا تا زمانی که آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما همینجا نشسته این موسا گفت پروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیفکن خداوند فرمود آن سرزمین مقدس تا چهل سال بر آنها حرام شده است پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود پس بر این گروه نافرمان غمگین مباش و ای پیام بر ما داستان دو فرزندان آدم حابیل و قابیل به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام برای تقرب الهی قربانی تقدیم کردند پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد او گفت قطعا تو را خواهم کشت برادرش گفت خداوند فقط از پرهیزگاران میپذیرد من تقصیری ندارم اگر تو دستت برای کشتن من دراز کنی من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم زیرا من از الله پروردگار جهانیان میترسم من میخواهم که تو با گناه من و گناه خودت بازگردی و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران پس نفس سرکش او کشتن برادرش را برایش آراسته جلوه داد و او را کشت و از زیانکاران شد آنگاه خداوند کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند او گفت وای بر من آیا من آنقدر درمانده ام هم که همچون این کلاغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم؟ و سرانجام پشیمان شد به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فسادی در زمین شده باشد بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و بیگمان پیامبران ما با دلایل روشن برای آنها آمدند باز هم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تجاوز و اصراف کردند سزای کسانی که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد می فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها به عکس یک دیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند این رسوایی ای آنها در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید توبه کنند پس بدانید که همانا خداوند آمرزندی مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و به سوی او تقرب جویید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید یقینا کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه در روی زمین است و همانند آن متعلق به آنها باشد و همه آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند از آنان پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی خواهند داشت میخواهند از آتش جهنم بیرون شوند ولی نمیتوانند از آن بیرون شوند و برای آنها عذابی پایدار است دست مرد دزد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب شده اند به عنوان یک عقوبتی از جانب خدا قطع کنید و خداوند نیرومند حکیم است پس هر کس که بعد از گناه و ستمش توبه کند و اعمال خود را اصلاح و جبران نماید همانا خداوند توبه او را میپذیرد بیگمان خداوند آمرزندی مهربان است آیا نمیدانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد میبخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است ای پیامبر کسانی که در راه کفر شتاب می کنند تو را اندوهگی نسازند از کسانی که به زبانشان می گویند، ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده است و از کسانی که یهودی هستند گوش سپردگان به دروغند و برای گروهی که نزد تو نیامده اند برای جاسوسی گوش فرا می دهند آنها سخنان خدا را از جایگاهشان تحریف می کنند و به یک دیگر می گویند اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد پس بپذیرید و اگر آن را به شما داده نشد از او دوری کنید و هر کس که خداوند گمراهیش را خواسته باشد هرگز در برابر خداوند برای او اختیار نداری آنها کسانی هستند که خدا نخواست دلهایشان را پاک کند برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است آنان گوش سپردگان دروغند و مال حرام فراوان میخورند پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا از آنان روی بگردان و اگر از آنان روی گردانی به تو هیچ زیانی نمیرسانند و اگر داوری کردی با عدالت در میان آنها داوری کن یقینا خداوند عادلان را دوست دارد و چگونه تو را به داوری می طلبند در حالی که تورات نزد ایشان است و حکم خدا در آن است سپس بعد از آن روی می گردانند و اینان مؤمن نیستند ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است پیامبرانی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند بر اساس آن برای یهود حق می کردند و همچنین خدا پرستان و دانشمندان که حفاظت و پاسداری کتاب خدا به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند به آن حق می کردند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند کافر است و در آن بر آنها مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخم ها را قصاص است پس هر کس که از آن درگذرد و ببخشد آن کفاری گناهان اوست و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند ستمگر است و در پی آنها عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کننده تورات پیش از او بود و هدایت و موعظه ای برای پرهیزگاران بود و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند نافرمانند و این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب هایی که پیش از آن است و بر آنها شاهد و نگاه بان است پس به آنچه خدا نازل کرده است در میان آنها حکم کن و از هوا و حوث های آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است پیروی نکن ما برای هر کدام از شما آین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا میخواست همه شما را یک امت قرار میداد ولی خدا میخواهد شما را در آنچه به شما داده شده است بیازماید پس در نیکی ها بر یکدیگر پیشی گیرید بازگشت همه شما به سوی خداست آنگاه از آنچه در آن اختلاف می کردید به شما خبر می دهد و در میان آنها بر اساس آنچه خداوند نازل کرده حکم کن و از حوثهای آنان پیروی مکن و از آنان بر باش مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر آنها از حکم تو روی گردانند پس بدان که خداوند میخواهد آنان را به خاطر پاری از گناهانشان مجازات کند و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند آیا آنها حکم جاهلیت را میخواهند؟ چه کسی بهتر از خداوند برای گروهی که یقین دارند حکم میکند؟ ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی برنگزینید آنان دوستانی یکدیگرند و کسانی که از شما با آنها دوستی کنند از آنها هستند همانا خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند پس کسانی را که در دلهایشان بیماری است می بینی که در دوستی با آنان می شتابند و می گویند می ترسیم که آسیبی به ما برسد پس نزدیک است که خداوند پیروزی یا چیزی دیگر از سوی خود برای مسلمانان پیش آورد آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتند پشیمان گردند و آنهایی که ایمان آورده اند می گویند. آیا اینها همان کسانی هستند که با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد میکردند کردند که آنان با شما هستند اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند ای کسانی که ایمان آورده اید هرکس از شما که از دین خود برگردد به خدا زیانی نمی رساند. خداوند به زودی گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند آنان در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت و گردن فراز هستند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگر داناست یار و ولی شما تنها خداست و پیامبرش و آنها که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را میدهند و هر کس خداوند و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند را دوست بدارد او از حزب خداست و یقینا حزب خدا پیروز است ای کسانی که ایمان آورده اید آنان که دین شما را به تمسخر و بازی گرفته اند از کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و همچنین کفار را دوست نگیرید و اگر ایمان دارید از خدا بترسید و چون به نماز نداده اید آن را به مسخره و بازی میگیرند این به خاطر آن است که آنها مردمی نابخردند بگو ای اهل کتاب آیا از ما خورده و عیب میگیرید مگر ما چه کرده این جز اینکه به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل شده است ایمان آورده ایم و حال آنکه بیشتر شما نافرمان هستید بگو آیا شما را خبر بدهم از کسانی که نزد خدا کیفرشان بدتر از این است؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و بر آنها خشم گرفته و بعضی از آنها را بوزینه ها و خوگ ها گردانیده و بت را پرستیده اند اینان بد جایگاه تر و از راه راست گمگشته ترند و چون نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده ایم حال آنکه با کفر وارد شدند و با کفر خارج گشتند و خداوند به آنچه کتمان می کنند آگاه تر است و بسیاری از آنها را می بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می کنند چه بد است عملی که انجام می دهند چرا خداپرستان و دانشمندان آنها را از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام نه نمی کنند چه بد است کاری که انجام می دادند. و یهود گفتند دست خدا بسته است دست هایشان بسته باد و به خاطر آنچه گفتند لعنت شدند بلکه دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد خواهد می بخشد و این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها می افزاید و ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم و هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش کرد و آنان برای فساد در زمین می‌کوشند و خداوند مفسدان را دوست ندارد و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیش کنند یقینا گناهانشان را خواهیم زدود و آنها را به باقهای پر نعمت وارد خواهیم کرد و اگر آنان تورات و انجیل و آن چرا که از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده بر پا دارند از فراز و فرود پاهایشان روزی خواهند خورد گروهی از آنها معتدل و میان رو هستند و بسیاری از آنان اعمال بدی انجام می دهند ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر این کار نکنی رسالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند بگو ای اهل کتاب شما بر هیچ آین درستی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید و به تحقیق آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها می پس بر این گروه کافران غمگین مباش همانا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی هستند و سابعان و نصارا هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد نه ترسی بر آنها خواهد بود و نه آنان اندوهگین شوند یقینا ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم هرگاه که پیامبری چیزی بر خلاف دلخواه آنها می آورد گروهی را تکذیب می کردند و گروهی را می کشتند. و پنداشتند که آزمایش و مجازاتی در کار نیست لذا کور و کر شدند سپس توبه کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت باز بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند به آنچه انجام می دهند بیناست آنها که گفتند خداوند همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند در حالی که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست پرستش کنید همانا هر کس به خداوند شرک آورد خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران را یاوری نیست آنها که گفتند خداوند سومین سلاسه است به یقین کافر شدند معبودی به حق جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه میگویند باز نیستند قطعا به کافرانشان عذاب دردناکی خواهد رسید آیا به سوی خدا باز نمیگردند و از او طلب آموزش نمی نمیکنند و خداوند آمرزندی مهربان است مسیح پسر مریم فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز فرستادگان دیگری بودند و مادرش زنی راستگوی بود هر دو غذا می خوردند بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها روشن می سازیم؟ پس بنگر چگونه از حق باز گردانده می شوند؟ بگو آیا چیزی را به جای خدا می پرستید که دارای سود و زیانی برای شما نیست و خداوند شنوای داناست ای اهل کتاب در دین خود به ناحق قلوب نکنید و از حوزهای گروهی که از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نکنید کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند این به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و تجاوز می نمودند. آنها از کار زشتی که انجام می دادند یک دیگر را نه نمی کردند قطعا بد کاری انجام می دادند. بسیاری از آنها را می بینی که با کافران دوستی می کنند. چه بد است آنچه نفس‌هایشان برای آنان پیش فرستاده است که خداوند بر آنها خشم بیاورد و آنان در عذاب جاودانه خواهند ماند و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می‌آوردند آنان را به دوستی بر نمی ولی بسیاری از آنها فاسقند به یقین دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشکان خواهی یافت و نزدیک در این دوستان به مؤمنان را کسانی میابی که میگویند ما نصارا هستیم این به خاطر آن است که از میان آنها کشیشان و تارکان دنیا هستند و آنها تکبر نمیورزند